تلفن را بین سرشانه و گونه هایش گذاشت. سیم تلفن را آزاد کرد و نشست روی مبل. بله میفهمم. ببینید آقای بخشی، من امروز اصلا وقت ندارم. من امروز کلاس دارم. باید بکنم بهت. نه خیلی داخل منزل. بچه ها میان اینجا. خب دیگه بالاخره تو این سن و سال که نمیتونم راه بیفتم این برام برم. نه خیلی وقت ندارم. نه آقا من اهل مصاحبه و این حرفا نیستم. وقتشم ندارم. من عمرم رو گذاشتم فقط برای شاگردام. نه آقا باور کنید جا ندارم. من معذرت میخوام. گوشی را از گوشش دور کرد. از آن طرف صدای خفه ای می آمد. گوشی را سر جایش گذاشت. هرچی میگه من گرفتارم، اصلا حالیش نیست. رفت توی آشپزخانه، پرده را کنار زد. دانه های درشت برف از بالا می آمد، چرخی می خورد و می نشست روی حره پشت پنجره. برف روی حره آنقدر بالا آمده بود که کوچه باریک پشتش گم می شد. از آن پشت همه چیز سفید بود، آنقدر که چشم را می زد. عجب هوایی شده. خب معلومه دیگه. روز روزش هزار تا بهانه دارم برای بیرون اومدن. این که دیگه شب تارشونه. لیوانش را از زیر ظرف‌های توی آب چکان بیرون کشید و زیر سماور گذاشت. تهمانده چای صبح خورخوری کرد و از میان هوای داخل قوری ریخت توی لیوان. پرده را کشید و چای به دست رفت توی سالن کنار بخاری نشست. دستش را روی بخاری که نرم از روی لیوان چای بلند می شد گره. انگشت ها را کف دستش کشید. سرما همراه با خیسی قطره ها ریخت توی تنش. باد سرد از درز های پنجره قدیمی می خزید میان اتاق. انگشت ها را حلقه کرد دور لیوان چای و خودش را به آن چسب. رفت طرف بخاری و شعله آن را زیاد کرد. اگه همه بیان معلوم میشن بخاری رو کم کنم. صدای تلفن بلند شد. لیوان را گذاشت روی میز و گوشی را برداشت. الو. سلام استاد، نمیتونم بیام کلاس. چی شده مریضی؟ بله سرمو خوردم. سرمو خوردی؟ بله استاد، من نمیتونم بیام. باشه، امروز استراحت. ممنونم. همینه دیگه، هزار بار گفتم داستان مثل محبوب آدم میمون. این باهاش قهر کنی، اونم بخواد قهر کنم. و اگه میبینید حالتون بده، بیاین یه گوشه بشینید. بهتر از اینه که اصلا نیاید. صدای زنگ در بلند شد. رفت طرف در، زبانه را کشید و در را با فشار باز کرد. سیاوش برفای روی سرش را تکان و سلام کرد. عجب اوضاعی شده استاد. فکر نمی کردم برسم بیان. هنوز کسی نیومده؟ معلوم هست شما کجایی؟ ببین ساعت چنده؟ استاد نمیدونید بیرون چه خبره. ماشین گیره کسی نمیاد. خب زودتر از خونه بیاد بیرون. دو روزه که داره برف میاد. به خدا استاد گرفتاری زیاده. چی کار کنیم؟ نمیشه. بار سر زودتر بلند میشم، کارامو میکنم، چاییدم میکنم تا شما بیاید. امروز از بس که به اون زنگ دادن گفتن که نمیام، دست دادنم به هیچ کاری نرم. حالا شما ناراحت نباشین، کم کم پیداشون میشه. دیگه نیم ساعت هم گذشته. سیاوش پالتویش را آویزان کرد و رفت توی آشپزخانه. یعنی میگید امروز چایی نداریم؟ نه هنوز دم نکردم. سیاوش قولی را برداشت و توفاله ها را برگرداند توی سبد. من دم میکنم. قولی را شست و زیر سماور گذاشت. امروز کی داستان داره استاد؟ جلو آمد و قولی چای را از دست سیاوش گرفت. بده خودم، من نمیدونی چی کار کنیم. برش تو نزنیم. هم که قبول داستانتو نهی بودی ها. من که همیشه خوشقولم و خوبش هم آوردن.
چند پیمانه ریخ توی قوری و شیر سماور را باز کرد. همون قبلی رو درست کردی؟ نه، جدیده. جدیده؟ اون داستان جدید بنویسی و قبلی ها کار کن یه چیزی ازش در بیار. خب استاد، حال آدم رو میگیریم دیگه، رو چی کار کنم؟ قوری را روی سماور گذاشت و پارچه کوچکی روی آن انداخت. من چندین بار گفتم اینجا میگن بله، بیرون که رفتی داستانتون رو چاپ کردی، به به، باید ایرادتون رو بگم که داستانتون در بیاد دیگه. درسته، ولی اشکال زیاد میشه دیگه، کار کردن روش سخته. اگه بهتون نگم از کجا میفهمید؟ دانه های پر آب برف ریز و پراکنده هنوز میبارید و روی قندیل های کوچک و بزرگ شیروانی روبرو مینشست. پرده را کشید و برگشت طرف سیاوش. خدا کنه داستانت خوب باشه، وگرنه بعد جوری حالم گرفت. از جلوی سیاوش رد شد و رفت طرف اتاق. چرا هیچ کس نیومد؟ دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما شدیم هیچ کس. رفت توی سالن و نشست سر جاش. به ردیف مبل‌ها و صندلی‌های خالی نگاه کرد. تمام بچه‌ها رو سر جاهاشون می‌دید که هیچ کدومشون نیومده بودن. سیاوش سینی چای رو گرفت جلوش، دست برد و لیوان چایش رو برداشت. بلند شد و چای به دست رفت کنار پنجره آشپزخانه ایستاد. برف بند آمده بود و قندیل های برف خورده شیروانی روبرو از پشت برف ها بیرون زده بود. صدای زنگ در پیچید توی گوشش. رفت به سالن تا شعله بخاری را